دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید تو این جلسه میخوایم حالت سوم تعیین علامت چند یه درجه دو که اون دلتاهای بزرگتر از صفر رو با هم بررسی کنیم بچا دوباره مثل حالت دوم عمل میکنیم و از یه آ از کل ایگرگ فاکتور میگیم که به این صورت ایگرگ در میاد میشه ایکس به اضافه ب به روی دو آ به توان دو منهای دلتا به روی چهار آ دو بچه توی حالت سوم چون دلتا مثبته نگاه کنید بچه دلتا که مثبته این عبارت هم مثبته پس کل این کسر مثبت میشه از طرف x به اضافه ب به روی دار چون به توان درسته همیشه مثبت بچه وقتی که یه عبارت مثبت از یه عبارت مثبت دیگه کم میشه همیشه احتمالش هست یه جایی حاصل برابر صفر باشه حالا اونجا کجاست یعنی چه موقعی ایگرگ برابر صفر ما میگیم برای اینکه ایگرگ مساوی صفر باشه در نتیجه x به اضافه ب به روی دو آب به توان من دو منهای دلتا به روی چهار آ دو برابر صفر و به عبارت دیگه x به اضافه ب به روی دو آب به توان دو برابر با دلتا به روی چهار برای اینکه این معادله رو حل بکنیم تا ببینیم به ازای چه ایکس هایی ایگرک صفر میشه باید از شر این توان دو اول خلاص بشیم پس بعد از دو طرف یه جذر بگیریم درش حاصل میشه ایکس به روی ب به روی 2. آ برابر میشه با مثبت و منفی دلتا به روی چهار که اتفاقی که میافته در نتیجه x به اضافه b به روی 2a برابر میشه با مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی 2a خب بچه ها پس در نتیجه ما دو تا ریشه داریم چرا چون یه ایکسمون میتونه برابر باشه با به ببخشید منفی منفی b به روی 2 مثبت و منفی دلتا به روی دا پس این عبارت ایگرگمون که اینجا نوشتیم دو تا ریشه داره یکی ریشه x یکه که برابر با منفی به منهای دلتا به روی دعا و ریشه بعدیمون x دوه که برابر با منفی به به اضافه دلتا به روی دعا خب بچه اینجا چند جمله درجه دومون وقتی که دلتا مثبت باشه دو تا ریشه داره دقیقا میشه اون حالتی که همون اول اول بررسی کردیم که چند جمله درجه دومون دو تا ریشه داشت و علامت ایرگ به ازای بین ریشه ها و خارج ریشه ها تغییر علامت میداد. یا سونه چه جوری بود من جدول تعیین علامت رو برای مرور دوباره اینجا میکشم بچه ها تو این جدول تعیین علامت رو ما سه جلسه پیش هم کشیدیم اینجا فقط هدفمون مروره که x اگر x و y به ازای x های بین x1 و x2 علامت y مخالف علامت a آ هم ضریب x2 بچه ها و به ازای ایکس های خارج از دو ریشه علامت y موافق علامت آ خب من به ازای دو حالت آ مثبت و a منفی هم الان نمودارش برای شما میکشم تصمیم دارم آخ بچه ها ببخشید بذارید من اینو من دوستم نمودارم قشنگ خطشون راست بشه چون خودم که نمیتونم خط مستقیم قشنگ بکشم بچه ها براتون از محور مختصاتمون حالا من فرض کنید x1 و x2 یه جاهای اینجا چون من مقدار A و C دقیق نمیتونم x1 و x2 رو دقیق بگم چه مقداره. من فرض میکنم اینجا به زای آی A مثبت وقتی که ضریب x2 مثبت باشه خارج از ریشه ها خارج از ریشه بچه ها الان ایگرگمون مثبته و بین دو ریشه ایگرگمون منفیه یعنی این من سهمیمون تقریبا به این صورت در میاد به ازای آی مثبت یعنی وقتی که ضریب ایکس دومون مثبت باشه حالا یه نمودار دیگه من میکشم بچه ها بازم من چون بچه ها. مقدار A B, o, و ب و و دقیق نمیدونم نمیتونم X1 و X2 رو دقیق بگم چه مقداری؟ فرض میکنیم این X1 و X2 باشن وقتی که A منفی باشه بچه ها به ازای X های خارج از دوریشه Y منفیه و به ازای X های بین دوریشه Y مثبت مثبته یعنی نمودارمون یه چیزی به این صورت در میاد بچه اینم نمودار به ازای آیه منفی خب ببینید آیا این سهمیمون همون چیزی رو میگه که ما انتظار داشتیم ببینید به ازای ایکس های بین دوریشه ریشه ایگرگمون مثبت شده و به ازای ایکس های خارج از دوریشه ریشه ایگرگمون منفی شده ببینید اینجاها ایگرگ منفیه همونطور که میبینید منفیه و اینجاها ایگرگ مثبت. خب بچه این همون چیزی بود که ما تو جلسات قبل با تب... با, تب... با تجزیه یه. دو درجه دو، چند جمله ی درجه دو بهش رسیده بودیم یه بار دیگه با حل معادله و استفاده از دلتا و تعیم. میزان مقدار دلتا دوباره همون نتایج رو گرفتیم خب توی جلسه بعد با همدیگه یه مثال از تعیین علامت چند جمله ی درجه دو حل میکنیم و بعد از جلسه بعد در واقع مبحث تین علامت چند جمله درجه دو رو ما با هم تمومش میکنیم مرسی که تو این جلسه با هم بودید فعلا خدافظ